رادیو همراه بفرمایید. الو، سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. آقای دکتر، دلیلی که من با شما تماس میگیرم اینه که من دختر 31 ساله هستم، از کانادا دارم باهاتون تماس میگیرم. از بچگی خیلی مادر پدر من جدا شدن، فرزند چهارم به خانواده هستم. نه 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 نه، صبر کنید. در چه سنی که بودید پدر مادر جدا شدن؟ فکر میکنم ببینید، من 9 سالم ما به کانادا اومدیم و مادر پدر من از همون سن 3-4 سالگی من مشکل داشتم و من یادم نمیاد. من خیلی از برنامه های شما رو نگاه کردم که بتونم یه ریشه‌یابی بکنم و برم برای مشاوره و خودم رو درمان بکنم. obviously مشکلات روی روانی و همه کسایی که جدا شدن و امیگریشن و اینا دارن. و من با پدرم صحبت کردم و ایشون با من گفتن که به خاطر اینکه مادرم مریض بودن تا 3 سالگی که من اصلا پیش کسی دیگه گذاشته بودن و من خودم اینا رو نمیدونستم. بر از پدرم میگن ایشون مخالفت میکردن، هی میرفتن منو بر میداشتن و دوباره مادرم هم میبردن منو میذاشتن چون نمیتونستن نگه دارن و این تا 3 سالگی بوده. مادر مریضیشون نه مریضه فیزیکی بوده یا روانی بوده؟ فکر میکنم روانی بوده آقای دکتر. یعنی چی بوده؟ هم همینطور. چی فکر میکنید؟ چی فکر میکنید بوده یا چی بعدن درباره مادر گفته شده؟ من تحقیقاتی که خودم از خانواده خودم کردم این بوده که مادرم هم بعد از زایمان دوقلوها، با دکتر من 8 سال بزرگتر هستن، بعد زایمان دوقلوها ایشون شروع کردن قرصای اعصاب مصرف کردن و منو که حامله شدم بعد 6 ماه خیلی مشکلات داشتم، تو شکمشون روش نمی کردم و بالاخره با هر چیزی که بود من به دنیا اومدم و بچگی هم خیلی مشکل داشتم و بیمارستان و اینا هم زیاد مثل این که بودم. ولی بعد از یه مدتی ایشون گفتن که نمیتونن نگه دارن، ای منو میذاشتم. فکر میکنم مشکل روحی و روانی و جسمی همه نه نه مشکل کاری نرم چون مشکل نه اینکه برای کمکی نمیکنه. بیماری اگر تشخیصی میدونید بفرمایید و الا خب مشکل فکر روانی فکر نمیکنم که تشخیص خاصی بوده، چون پدر من سعی میکردن که به خاطر مشکلاتی که داشتن برن مشاوره روانشناس و پدرم میگفتن که ایشون بر طبق تشخیصات مشاورایی که رفته بودن ایشون اصلا کمک نمیخواستن مادر من و واسه همین هیچ چیز خاصی ما نمیدونستیم که از لحاظ دقیقا مشکل روانیشون چی بوده. اون وقت داروی مصرف میکردن یا نه؟ بله بله، دارو رو به تجویز خودشون مصرف میکردن چون ایشون نرس بودن و یه سری چیزها رو خودشون میخوردن و تجهیز دکتر خاصی نبوده. حالا بریم سراغ شما. شما فرمودید فرزند چهارمید از چند تا؟ از 4 تا فرزند آخر خانم. اوکی، بسیار خوب. وقتی آمدید کانادا تنها آمدید یا نه با خانواده آمدید؟ نه همه با خانواده اومدیم. 9 سالم بود یا 10 سالم بود که با خانواده همگی اومدیم. بعد مادر من گفتن که دیپرشن گرفتن، سرشون گیج میرفت و دوباره همه ما برگشتیم به ایران. بعد از اینکه برگشتیم به ایران جدا شدن مادر پدر من، خیلی با هم مشکل داشتن و قرار بوده که سالیان سال جدا بشن ولی فکر کردم با بچه بودن و بالاخره ادامه زندگیشون همه چیز درست شه که مسلماً این قضیه نشد. بعد 2 سال یا 3 سال فکر می‌کنم پدرم با یک کسی دیگه ازدواج کردن. این خانم هم روانی بودن، تهدید کردن که رو بچه‌هاتون نمی‌دونم اسید می‌پاشم و اون موقع بودش که پدر من تصمیم گرفتن که مادر منم رفته بودن و ما رو نمی‌خواستن. پدرم هم تصمیم گرفتن که شما صداتون رفت متاسفم. به من بفرمایید شما با بچه های دیگه فاصله تون چند ساله؟ یک سال و 3 ماه با دوقلوها مونه و با خواهر بزرگترم 8 سال.
وقت دو قلوها آیدنتیکالن، فترنالن، پسر دخترن چی هن؟ یا دو دو دختر یا دختر دو دو پدر. خب پس فترنال نیست، فترنال آیدنتیکال نیست. خب حالا اون بعدم آخه یعنی به من بذار من شما رو ببینم درست فهمیدم، پدر مادر از هم جدا شدن، مادر شما رو نخواستن، پدرم مدتی بعد رفتن ازدواج کردن، بنابراین پس شما با کی بزرگ شدید عزیز؟ همین دیگه. بعد پدر تصمیم گرفتن ما رو بیارن دوباره کانادا، به خاطر اینکه ما تحت بعد مثلا ایشون بگن که تو خطر هستیم که مثلا روی ما اسید بپاشن یا هر چی. بعد ما چهار تا اومدیم و اینجا تنها زندگی کردیم. خب این بار دوم چند سالی که ازش گذشته که شما در کانادایی؟ 3 سال یا 4 سال فکر میکنم. 14 سالم اینا بود که خواهر بزرگترم از ما نگهداری میکردن که ایشون هم 20 سالشون بود فکر میکنم یا 21 سالشون. شما پس بنام به این 16 17 ساله که این دفعه کانادایید؟ بله بله 21 سال پیش اومدیم دوباره برگردیم و الان متوجه. حالا الان کیا کانادا هستید؟ الان شما با 4 تا؟ همه ماها 4 تا بچه ها هنوز کانادا هستیم. پدر من هم که خب میومدن میرفتن همیشه سر میزدن. من هم که الان فکر کنم 8 سالی هستش که خودم تنها زندگی میکنم، چون از بچه اینقدر یه خانوادم سختی کشیده بودم، همیشه میخواستم انقدر اینسپندنت باشم که پای خودم بایستم و خودم رو تیکر کنم و همین هم شده. خیلی جالب بود، من یکی از سخنرانان شما رو داشتم گوش میکردم، میگفتین که 6-7 سالگی برین یه جوری خودش رو تنظیم میکنه که شما برنامه ریزی میکنید برای آیندهتون ناآگاهانه، و سر سن 22 سالگی تا 29 سالگی یه سری دیگه هستش که آگاهانه. و من فکر میکنم آقای دو 22 سالگی من خیلی خیلی سختی کشیدم، همیشه سرکار میافتم، گریه میکردم، همیشه میخواستم مادر پدر داشته باشم، تا اینکه تصمیم گرفتم خودم رو بالاخره همه چیز رو بذارم پشترم و فکر میکنم همون 21 دو سالگی بود این تصمیم رو گرفتم. یه دیگه شروع کردم ورزش کردن، هر روز صبح به خودم دیسپلین یاد دادم، مدرسه میرفتم، کالج یعنی، و سر کار میرفتم که خوشبختانه الان بعد 7 سال توی مدیر امور مالی هستم. سرت زندگیم از لحاظ کاری، از لحاظ پیشرفت خیلی موفق هستم نسبت به همسن و سالهای خودم، دور و بر خودم خیلی ایندیپندنت هستم. و دلیلی که من با شما تماس گرفتم اینه که رابطه خیلی خوبی با خانواده هم دارم که خب خواهر برادرام هستم، فامیلی درجه یک هم هستم، هر هفته میبینمشون. با پدرم هم همینطور، مادرم متاسفانه ایران هستن که خیلی نمیشه باشون زیاد تماس گرفت چون یا تلفنشون خاموشه، یعنی اینجوری نیستش که من نخوام باشون صحبت کنم. من هم مادر رو بخشیدم 5 سال پیش و هم پدر رو. پرسش من از شما اینه که من یه سری چیزا رو نمیدونم، مثلا برای داشتم فکر میکنم که الان فکر میکنم که یه چند تا چیزایی که برای ازدواج درست هستش و یعنی رسیدم به بلوغ روانی اونو نمیدونم هنوز دارم یا نه. ثبات رو که دارم، استبیلیتی، من خیلی آدم فاینانشلی، خودم خونه خودم رو خریدم، یکی از لاکچری ماشینم رو دارم، پیمنت تا ما همه رو میدم و استقلال خودکفایی هم که اینا رو دارم. ولی توی یکی از برنامهاتون شما عرض کرده بودیم که فکر کنم چرا ازدواج چرا طلاق بود که بر زخمای کودکی باید مرهم بذاریم قبل از اینکه بخوایم چیز دیگه رو شروع بکنیم، یعنی یک کس دیگه رو وارد زندگیمون بکنیم. اینو میخواستم ببینم که شما نظرتون چیه راجع به این بک‌گراندی که من بهتون دادم؟ ببینید عزیز، مورد اول در خصوص در حقیقت رسیدن به اون بلوغی که اشاره کردید، خب در زمینه‌های مختلف دیگه، از نظر احساسی عاطفی جنسی، از نظر ادراکی، از نظر رشد شخصیت یا جنبه روانی اجتماعی، یا اونا مرحله بلوغ رسیدن به یه مرحله ای از آگاهی و توانایی است که میشه مشخصش کرد. مسئله ثبات معناش این هست که من برای مثلا چند سالی است که
که عقاید من درباره موضوعی مختلف به ویژه درباره زندگی که مثلا باید ازدواج کرد یا نکرد، بچه دار شد یا نشد، این ازدواج باید با ایرانی باشه یا غیر ایرانی، اونا به یه ثبات و قرار رسیده که درست مثل اینکه حالا من تکلیفم روشنه. قصد این نیست که من از نظر مالی و به یه مرحله از استبیلیتی رسیدم و ثبات و قراری که اشاره میکنه، اون مرحله بیشتر استقلال و در حقیقت توانایی هاییست که من برای زندگی خودم دارم. خب تو این گونه موارد مهم این هست که ما اولا مطمئن باشیم که مثلا اختلالات عمومی و عامی رو که بیشتر مردم دارن نداریم، یعنی فرض کنید اضطراب، افسردگی، خشم، شرم و خجالت، احساس گناه، احساس حقارت، یعنی اون مجموعه احساسی هیجانی ما درسته. دوم از نظر ادراکی یعنی مرحله هوشی، عقلی، علمی ما در حدی است که با توجه به شرایط و وضعیت ما و نوع زندگی ما با همون هماهنگی و هارمونی رو دارند. یعنی این بعدم خب میرسه به این که زمینه احساسی عاطفی ما و یا گرایش ما برای تشکیل خانواده، برای داشتن فرزند، همه اینا به نوع و گونه‌ای هست که معموله و اینا رو همه رو میشه چک کرد. خب در جهت شناخت خودمون هم آگاهی و آشنایی به فرض کنید تیپ‌های شخصیت بیش از همه کمک می‌کنه. فرض کنید شخصیت سالم و نرمال، هم شخصیت سالم رو من توصیف کنم، هم مهربان رو، برتری طلب رو، عزلت طلب رو، روی هم 225 تا صفت و ویژگی رو براشون قائلم. خب اینا رو شما میتونید چک کنید ببینید کدامش که خوب و مثبته با شما هماهنگ و سازگار یا عیب و ایرادا کجاست. بعدم حالا تازه اگر دیدیم شاید مسئله اختلال شخصیتی هست، اون 10 تا اختلال شخصیت رو میشه چک کرد. همه اینا یه زمانی شاید در حد اکثر به 100 ساعت نمیرسه که اگر روزی 2-3 ساعت رو براش اختصاص بدیم تو یک ماه، یه ماه و نیم میتونه تمام بشه. خب این حد اقلای آگاهی رو باید داشت، ولی بعدش باید رفت سراغ متخصصینی که حالا که برامون سوال پیدا شده یا مسئله ای مطرح شده با اونا در میون بگذاریم ببینیم نظر اونا چیه. اگر من به اینجا رسیدم که نه من شاید افسردگی دارم یا شاید این اختلال شخصیتی رو دارم، حالا چون یه مقدار آگاهی و اطلاعات دارم، ابزار دستمه، با اونا میتونم پرسش رو به درستی مطرح کنم، جواب اونها رو هم روشنتر و شفافتر دریافت کنم، پیشنهادها و توصیه های اونا رو هم بدونم در چه چارچوب و قالبی، همه کمک میکنه. در حقیقت یه نوع ارزیابی کامل روانی رو شما میتونید صورت بدید، ابتدا از طریق خودتون که یک زمانی رو برای این کار مثلا حد اکثر گفتم شاید به 100 ساعت نرسه اختصاص بدید. حالا با این آگاهی 100 ساعته در این زمینه میشه فرض کنید 30 یا 40 یا 50 جلسه حد اکثر که میشه هفته 2 روز باشه، تو 6 ماه تموم میشه، با یه آدم آگاهی اونا رو در میون گذاشت. اگر مواردی هست برای که میخوایم کاملا همه چیز روشن شفاف بشه، اینه که در حقیقت اون موقع خاطر آدم آسوده میشه که یه حد اقلایی رو داره، در چه زمینهایی احتمالا ممکنه نقاط ضعف یا قدرتش باشه، به چه چیزهایی باید یه توجهی ویژه‌ای رو بکنه. چون امروز کاملا این آگاهی و اطلاع و توانایی رو داریم که بتونیم به یه همچین نتیجه در خصوص همطور که به سلامت شما میرسن یا نه خوشبختانه قلبتون یا کبد یا کلیه یا فشار خونتون یا جهاز هاضمه‌تون، اینا همه درستن. شاید مثلا یه مشکلی از نظر تنفسی داشته باشید، یعنی همه چیز دیگه میره کنار و مسئله فقط میشه موضوع دستگاه تنفسی که باید براش کاری کرد. خب اون وقت میدونیم که کجا ایستادیم. بنابراین من توصیه‌ام خدمتتون این هست که اولا خودتون چون تواناییشو دارید، علاقه‌ش هم دارید، یه ذره سیستماتیک و مرتب نگاه کنید. مثلا فرض کنید سی دی یا یو اس بی ترس و اضطراب و وحشت، استرس، افسردگی، خشم و عصبانیت، این یه مجموعه است اینجا برای خودش. بعد مثلا تیپ‌های شخصیت سالم و نرمال و بیمار، اونم اولی 28 ساعت اتفاقا دومی هم روی هم 28 ساعت، بنابراین مثلا 56 ساعت چل شد. بعدش اشاره خودتون کردید به یه مقدار مواردی که در جهت شناخت انسانی و موضوعی مهمه، مثل خوشبختی، موضوع موفقیت،
بعد مسئله ازدواج و آنچه که مرتبط به روابط انسانی هست، اونا رو میشه گفتم توی واسه 100 ساعتی شما آماده اید، مثل کسی که حالا یه زبان رو یاد گرفته میتونه بره حرف بزنه، در حالا میتونید با زبونی که یه روانشناس یا آره یه روانشناس روانپزشک نمیخواد یه روانشناس صحبت کنه، اونجاست که بعداً یه مقدار ظرایف و دقایق مسئله براتون روشن‌تر و مشخص‌تر میشه. اینه که این کار میتونید بکنید. فرمایید. آقای دکتر، سوالی که ازتون داشتم اصلا این ترس و اضطراب و وحشت، خوشبختی و موفقیت شما رو گوش میکنم، به نظر شما من با این همه بک‌گراندی که بهتون دادم و فرزند آخر بودن که همیشه فرزند آخر بالاخره به دلایلی دوست ندارن ازدواج بکنن و مشکلاتی که بالا و پایینایی که داشتم و هیچ وقت اون شکل خانواده رو که آدمای عادی یاد میگیرن و میرن بالاخره تشکیل خانواده میدن، خب من اونو نداشتم هیچ وقت و خودم به تنهایی دارم سعی میکنم اینا رو یاد بگیرم. به نظر شما اگه من رو خودم کار کنم و مشاور بگیرم، به نظر شما این چیزی میتونه باشه که کالای ازدواج باشم من یا نه؟ چون واقعا دوست ندارم اشتباهی بکنم که بالاخره خیلی ها میکنن، بچه رو اینوالو میکنن. یعنی ترجیح میدم تنها باشم اگر قراره که این چیزا واقعا درست نشه یا حداقل یه افکتی توی زندگی آیندم داشته باشه. ببینید، در اینکه شما خانواده‌ای که معمولاً بیشتر مردم دارند رو نداشتید حرفی نیست و خود این معلومه اینجا و اونجا به شما خیلی آسیبا میزن. پس بنابراین شما از یه چیزی که اصل و اساسه به مقدار زیادی محروم بودید. اما وقتی که با یه واقعیت متاسفانه سخت و تلخ دیگری روبرو میشید که اکثریت مردم خانواده خوبی هم نداشتن، گرچه حالت عادی داشته، یعنی در شرایطی بودن که رابطه پدر مادر با هم یا با خانواده ها و فامیل یا با بچه ها یا بچه ها بین خودشون مسائلی داشتن، پس شما تنها به خاطر اینکه خانواده‌ای مانند دیگران نداشتن یه آسیب دیدید، ولی بقیه هم که خانواده عادی داشتن، خانواده عادی برخلاف تصور عادی هستن، معمولی هستن، ولی سالم که نیستن. پس بنابراین اون آسیبا شاید بعضیاش به شما نخورده، ولی اگر قرار باشه در مجموع با توجه به توضیحاتی که راجع به دوران کودکی و نوجوانیتون دادید و یا این رفت و آمدها، بله شما شاید آسیبتون دو برابر متوسط مردمانی است که در همین حد و سطح شما هستند. یعنی اگر شما یه خانواده‌ای با یه ثبات و قراری می داشتید، نیمی این از آسیبا رو می خوردید مثل یه اکثریتی که این آسیب رو خوردن. کار شما یک کمی می تونه سخت‌تر باشه، ولی برخی از اوقات نداشتن هیچ تجربه‌ای زمینه رو آماده میکنه برای اینکه انسان یه نوع خوب و درست رو راحت‌تر و بهتر یاد بگیره. این همون چیزی که در اصطلاح روانشناسی به عنوان منع مؤثر قبلی میگن، که تازه در نوعش که از همه کمتری مثل زبانه. اگر کسی یه زبانی رو بدونه، زبان دوم رو خیلی با اشکال بیشتری یاد میگیره و هیچ وقت هم به اون اندازه پیش نمیره، حتی تو زبان اولش هم یه اختلالی پیدا میشه. چون یه زبان میدونه، زبان دوم یه جوری بر روی اون سوار میشه و اختلالاتی رو به وجود میاره. بنابراین بهترین زبان رو کسی داره که فقط با یه زبان از کودکی تا بزرگسالی بزرگ میشه، چون زبان اول مانع یادگیری زبان دوم میشه، بعد زبان دوم خودش مسائلی رو در زبان اول به وجود میاره، حتی از نظر عقلی و استدلالی، حالا ممکنه از نظر بهره هوشی یه مقدار متفاوت باشه. تازه درصدی از مردم اصولا مسئله یاد گرفتن زبان برشون مسئله است. حالا بنابراین همینجاست که شما دو تا جامعه رو دارید، یه جامعه‌ای که تجربه داره، سابقه داره، یه جامعه یا فردی که نداره. خب برخی از اوقات این تجربیات، این سابقه ها عامل منفی و مخربند. بنابراین یک، شما میتونید فرض رو بر این بگیرید واقع بینانه که شاید آسیبتون بیشتر از متوسط دیگرانه، اونو میشه فهمید، ولی چیزی نیست که نشه درستش کرد، برای که تمام اینا برمیگرده به سیستم احساسی هیجانی، یعنی feeling and emotion،
و نظام باورها و اعتقادات شما یا بیلیف سیستم شماست که امروز در دنیا ما توانایی ارزیابی درست و غلط تو این زمینه و تصحیحش رو داریم. یعنی میشه با مسائل احساسی عاطفی یا گرفتاری ها و بیماری هاش مثل افسردگی، اضطراب، وسواس، خشم، احساس گناه، احساس شرم و خجالت، احساس حقارت اینا جنگید و به راحتی میشه از شرشون خلاص شد. پس این قسمت رو میشه درست کرد. در جهت آنچه که به هر حال به صورت مجموعه در آمده و شده، شخصیت شما به دلیل توانایی تفکیکی که در این صفات و ویژگی ها داریم میتونیم آنچه رو که خرابه درست کنیم. درست مثل یه کسی که الان شما متوجه میشید مثلا یه لکه روی پیرنشه یا یه جایی صورتش یه ذره کثیفه، خب اونو تمیز میکنید یا قرار یه تغییری در او به وجود بیارید اون رو به وجود میارید، برای که این مجموعه رو امروز میشناسیم و متوجه عیب و ایراداش هستیم. مواردی از این قبیل که الان شما بهش اشاره کردید که معمولا موجب میشه است. اما اینکه اصولا نگاه و نظر شما راجع به خانواده چه باشه، ازدواج چه باشه، برای به عنوان همسر چگونه عمل کنید و مادر حق با شماست، شما اونقدر الگو و مدلی نداشتید و گفتم گرچه از یه طرف اون چه که خوب و درسته رو راحت تر میآموزید، ولی باز اشکال این است که اینقدر محیطی که هم اکنون درش هستید یا براتون فراهم کنن یه محیط سالمی نیست که آدم فکر کنه خب حالا من در 20 سال اول کودکیم آسیب خوردم، ولی حالا تو 10 سال بعدش حداقل با نوع خوب همه این موضوع روبرو شدم. نه، اونم نخواهید داشت. بنابراین اگر با دوستانتون، آشنایانتون، فامیل صحبت کنید یا از زندگی اونا خبر داشته باشید، متوجه میشید که اونجا هم یه مقدار مسائلی هست که اگر درگیرش بشید، حالا نه به اندازه کودکی، ولی تأثیرات حتی مثبت یا بیشتر منفی رو شما میتونه بگذاره. ولی ببینید عزیز، ما راهی جز این نداریم. یعنی درست مثل این که به شما بگن شما باید کوشش کنید که سالم زندگی کنید، حالا با این کوششی که برای زندگی سالم میکنید، این کاری که میکنید شما رو به 70 میرسونه، 75 میرسونه، 80 میرسونه، 85 دیگه، حالا این برمیگرده به خمیره و مایه شما، حوادث و اتفاقات و میزانی که کار و کوشش شما تغییر رو به وجود آورده. ولی چون هیچ کدوم از اینا روشن نیست و نامشخص، پس من شما فقط کار و کوشش اونو میکنید و همون بحثی است که همیشه من داشتم تو این گونه موارد، یه ذهنیتی که میگه من کار کوششم رو میکنم، شد شد، نشد نشد، ولی به خاطر اینکه شاید بشه یا نشه یا توجه به پایانش نمیکنم، چون در اون صورت من رو از کار و کوشش لازم مفید دور میکنه. و حسن کار باز یه چیز دیگه است که کار و کوشش درست و مفید مثل کتاب خوندن، مثل ورزش کردن، خودش به خودی خودش مفیده. حتی اگر من درسمو بخونم اصلا آخر کار نرم امتحان بدم، مدرکمو نگیرم، حداقل دانشش رو که دارم، یا اگر من ورزشو میکنم بعداً توی تیم مثلا شرکت نکنم و قهرمانی یا مدالی به دست نیارم، ولی حداقل اون ورزش رو که میشناسم یه بدن سالم و بهتری که دارم. اینه که هیچ کدوم از اینا با هم در تضاد نیستن و به همین دلیله که در حقیقت آنچه که نامش آگاهی و خودآگاهی هست و آنچه که روان درمانی و تراپیه به هر حال مفید و موثره. حالا در هر زمینه به کسی 2% کمک میکنه، یکی 7%، یکی ممکنه 20%، ولی به هر حال نقش و تأثیری داره. اینه که شما قرار است این کار رو بکنید، حالا هرچی میخواد بشه بشه. یعنی درست مثل این که من درسم رو میخونم، حالا نمرم میشه 12 یا 13 یا 14 یا 15، به هر حال بین این نمراته، ولی باید درسم رو بخونم، چون نمیتونم درس نخونم یا رفوزه بشم. اینه که اصلا به خودتون تردید در اینکه باید کاری کرد ندید، و دوم اینکه جواب چه میشه هرچی شد. یعنی اونجاست که من و شما مثل همه موارد زندگی کار و کوششمون رو میکنیم به این امید که ببینیم چه میشه و امیدواریم که نتیجه مطلوب رو بدیم. مرسی، خیلی ممنون. فقط یه سوال آخر هم، همین که گفتیم برای زخمای کودکی باید مرهم بزنیم، با مشاوره هستش؟ بله، اون کار تنها نمیشه. نه، اون کار تنها نمیشه کرد عزیز. اون کار اگرم تنها بشه کرد، وقتی است که به ما راهنمایی میکنن که چه بکنیم. یعنی ما به جای اینکه
در حقیقت خودمون بریم، چون این راه ها همطور که بارها عرض کردم مثل یه جراحی است که شرط اول و اساسیش علاوه بر اینکه دانش و آگاهیشو داشته باشیم اینه که ما باید بیهوش باشیم. یعنی تو مرحله بیهوشی است که این جراحی است، و روزی که بیهوش باشیم دیگه بعد توانایی انجام اون رو نداریم. اینه که خیلی از اوقات یه سری کارهاست در زندگی که من و شما میتونیم آغاز کنندش باشیم، کمک کنندش باشیم، راه رو هموار رو آماده بکنیم، آنچه که باید خودمون انجام بدیم رو انجام بدیم، مخصوصا تو این گونه موارد تداوم رو داشته باشیم تا به نتیجه مطلوب برسیم. ولی خودمون به خودی خودمون توان این کار رو نداریم، یا اگرم داشته باشیم ای بسا چند برابر حتی چند ده برابر وقت و انرژی میذاریم برای چیزی که از دیگران میتونستیم بگیریم و استفاده کنیم. بنابراین ترکیب آگاهی و دانایی از یک طرف برای که بیشترین و بهترین نتیجه رو بگیریم، و بعدا انتخاب درست فردی که بتونه ما رو کمک بکنه، همه اینا دست به دست هم میده شرایط رو ساده‌تر و راحت‌تر و نتیجه رو مطلوب میکنه. اینه که به هر حال همطور که عرض کردم باید قدم رو آغاز کرد و رفت، حالا هر چه شد شد. بچه هم که دکتر از کجا من بدونم، معذرت میخوام، از کجا بدونم اگه یه کسی که یه سایکولوژیستی که انتخاب میکنم برای من درست هستن، یا اونم بالاخره آدم نمیدونه؟ خب همه چیز با یه تردیدی همراه عزیز، ولی در این گونه موارد معمولا نتیجه مهمه. یعنی وقتی که اولا میبینیم اون به ما یک دانایی میده، یا چراغایی رو اینجا و اونجا روشن میکنه که ما تا حالا نمیدیدیم. یعنی من یه دفعه متوجهم من این حال رو دارم که خیلی ازش باخبر نبودم. دو، این حال رو برای من تا حدودی توضیح میده از کجا میاد، حتی میتونه در یه زمینه‌هایی به من کمک کنه که حتی بتونم پیش بینی کنم. خب بنابراین من اینجا با یه علم روبرو هستم. اگر یه کسی الان بهم بگه که من توانایی دارم یه آمدن برف و باران رو پیش بینی کنم در فرض کنین شهر لس آنجلس، برف که نه، باران رو اولین بار کی میاد، خب این نشون به من ثابت کرده یه دانشی داره. برای اول اینکه به خود من یه مقدار آگاهی میده که نداشتم، متوجه نبودم، این همون چیزیست که اصل اوله. دومی که متوجه میشم نسبتا خود شفاف و روشن میدونه منو کجا داره میبره، یعنی این راهنمایی است که راه رو بلده و خودش با اشتباهاتش یا کارهای عجیب و غریبش، نه در زندگی خصوصیش در ارتباط با من، چون اون یه مسئله دیگری است، منو داره به درستی هدایت میکنه. و بعدم وقتی که احتمالاً با دوستانم و اینا درباره خود موضوعها یا مسائل صحبت میکنم، از جانب اونا این تایید رو میگیرم که یه آگاهی، یه دانایی و یه توانایی بیشتری پیدا کردم. همه اینا به کنار، خودم متوجه میشم که چقدر حال بهتری یا حال خوشی دارم، یا خودم متوجه میشم چقدر از حق انتخاب و گزینه‌های بیشتر برخوردارم. در گذشته من میرفتم توی مهمونی و بعدم تحت تأثیر فشاری که اونجا بود، حالا از 10 دفعه یه دفعه دو دفعش مثلا مشروب نمیخوردم و میامدم بیرون برای که میدونستم این کار بده، ولی دو سه دفعشم حالا یه جوری مشروب میخوردم، اما متاسفانه یه جایی به خاطر فشار و شرایطی بود 5 جاشم اصلا مست میکردم. خب من در اینجا متوجه میشم که من ظرف 10 تا مهمونی قبل یکی دو تا شد حالا تونستم یه جوری که سخت نبوده خودم را از اشتباه دور نگه دارم، ولی 8 تای دیگهش نه، 5 تاشم که خیلی بد شده. حالا میبینم با کمک این آدم به راحتی میتونم به یه مهمونی برم و با آزادی کامل بدونی که اصلا شک کنم، اصلا مشروب نخوردم، حال خوب و بهتری هم داشتم و احساس کردم که چقدر بعد از اینکه از اونجا بیرون آمدم از کار درستی که کردم خودم خوشحال و راضی هستم. خب من دیگه چی میخوام؟ معلومه کار درست بوده. برای این تو این گونه موارد احتیاج نیست که کسی از غیب بیاد یا از خارج بیاد و یه ابزار عجیب و غریبی داشته باشه در من چک بکنه. درست مثل اینکه کسی به شما میگه این غذا خوشمزه است یا این اتاق از اون اتاق سردتر یا گرمتره، و شما میرید متوجه میشید که خب راست میگه، این غذا خیلی خوشمزه است، من اونم توی اتاق کاملا اینجا معلومه چند درجه هوا گرمتر یا سردتر است که من به دنبالش هستم. یعنی خود واقعیت خودشو نشون میده، قرار نیست ما ملاکای عجیب و غریب بشوش. ولی اگر دیدیم میریم اونجا، شناخت بیشتر و بهتر از خودمون پیدا نمی کنیم، ارتباط لازم رو با او برقرار نمی کنیم، خودمون از خودمون
خبر بیشتری نمیگیریم، مطلبی یاد نمیگیریم، عملا در زندگیمون ازش در اینجا و اونجا حتی هر اندازه کم و محدوده استفاده نمیکنیم، خب معلومه کاری که میکنیم درست نیست. بعدم احتمالا بعد از چند جلسه، نه دیگه حتی چندین جلسه، بعد از چند جلسه معلوم میشه، خب متوجه میشیم که من مثلا با این تیپ آدم نمیتونم کار کنم. من فکر کردم اگر با یه جوان کار کنم یا یه فرد مسن خوبه، ولی مثل اینکه نه، مشکل و مسائل من از نوعی است که باید دنبال کسی بگردم که 30-40 سال از این آدم حالا یا جوانتر یا سن بیشتری داشته باشه، به خاطر نوع مسئله و مشکلی که من دارم. نه، اینا چیزایی نیست که خیلی پیچیده باشه عزیز، و درست مثل اینکه شما از یه فیلم خوشتون میاد یا بدتون میاد، اگر حاضر باشید واقع بینانه به موضوع نگاه کنید و حتی اگرم لازم شد با دیگران درباره کم و کیف کارتون صحبت بکنید، میتونید پی ببرید که انتخاب درست یا غلط. به هر حال مطمئنم که چنین میکنید و خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم عزیز. مرسی آقای دکتر، خیلی زحمت کشیدین. خواهش می‌کنم. تمام نمی‌کنم. خدا نگهدار.